و آخرین خبر اینکه که نشست علمی روزانه آیت الله سی صادق حسینی شیرازی روز شنبه دوازدهم ربیع الثانی سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در این نشست در رابطه با راه‌های فهمیدن کلام خدا در قرآن فرمودند مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در اوایل کتاب رسائل بعد از بحث قطع به این مسئله اشاره کرده است که زواهر قرآن و آیاتی که ظهور دارد حجت است و خدای وجل در قرآن چیزهایی را مجمل گذاشته است که برای فهم آنها بر اساس فرمایش رسول خدا که فرمودند کتاب الله و اطرتی اهل بیتی بایستی هر آنچه که اطرت فرمودند را به قرآن زمیمه کرد و در اینجا باید دید که حاصل چه می شود معظم الله در رابطه با دلیل برخی از اختلاف ها در تفسیر آیات قرآن فرمودند دلیل این اختلاف ها به خاطر برخی از زواهری است که با هم تعارض دارند یا به دلیل برخی از تزاهم هاست یعنی گاه دو امر لازم واقع می شود که مکلف قادر به جمع آنها نیست و مشخص نیست که کدام مقدم است یا در کدام مخیر است ایشان در ادامه فرمودند در مواردی که آیات قرآن ظهور دارد و معارض هم ندارد و در جایی که از روایات ظهور به دست می آید مشکلی وجود ندارد و این مسئله از مسلمات فقه هست آیت الله لزمان شیرازی با اشاره به آیه هفتم سوره حشر که و شما آنچه که از سوی رسول خدا می آید دریافت کنید فرمودند معنای این آیه این است که در جاهایی که آیات قرآن ظهور ندارد کلام رسول خدا بایستی زمیمه قرآن شود و رسول خدا هم فرمودند کتاب الله و اطرتی اهل بیتی یعنی باید کلام اطرت هم زمیمه شود و این سه با هم هستند با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم این همین یه وقت مکرر من اینو عرض کردم اون چه که جبرائیل <سؤال> بر پیغمبر خدا صلی الله علیه آورده یکی خود قرآنه یکی تفسیر قرآنه یکی تعویلای قرآن کریمه که امیر المومنین صلوات الله علیه همه اینا رو با هم نوشتن هم خود قرآن هم تفسیرش هم تعویلش و اون روایت اگر معتبر باشه هم میشه ولی اینکه با تفسیر و تعویل تو شو جبرئیل ورده لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قوم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه ماه حسین علیه السلام ماهواره فرکانس 120 هفتاد نشست علمی باشید